آشنایی خیلی در سنین پایین با تئاتر یکی از دلایلی نبود که بعدن شما چنین علاقه به تئاتر پیدا کردید؟ خب من شیفته تئاتر برسه شیفته تئاتر شدم اونجا در رد کسانی که اونجا بازی میکردن و خیلی خوب بود یکی شبای ایرانی بود در گذشته یکی شم چیز بود برم در گذشته سن خیلی بالا تو کتاب من هست اونها که من شوق من بودم به دیدن اون کارهای ایرانی کردن و پیس های ایرانی بودن در هم بچگی من علاقمند کرد به این کار فهمیدم که یه شوقی عمله اثرگذار بعد از رمان تئاتر حتی تئاتر مقدم بر رمانه این در من بود توی که بودم تهرون مرتبی از آدمایی که به من آقای حداد مدیر رپیسان را بیت مجانی میداد تئاتر چه چیزی در تئاتر از هر چیزی بیشتر شما رو به وجد میبود اون زنده بودنش اون نزدیکش اکبر بودنش بله اینکه من حزم میکردم از این چیزی بود که حرفایی میزدن مربوط به تاریخ شاه عباس و نادرشون اگرم بود اونا جمعونه میکرد مثلا امروز مدن و پیسه خارجی رو که نوشون ترجمه میکرد فاز مثلا چیست پنیول و امثال اون من مطالعه بودم که حرفایی که میزدن مربوط به ما هم میشه وقتی چه بچه ها اصلا که از این برای ما نوشتن هنری بود که به زندگی بزنیمتون را خود اخ شده بود دیگه گه خوده بود واضح بودی من از همونجا این شیفته من تاعت نمون بازی گرا بمانه تاموشه گرم آغاز شد بعد که رفتم فرنگسون که همینطور ادامه داشتیم علاقه مندی خوشبختانه اونجا آشنانه با روز رشدی دیگه گره تاعت بود دیگه از اون خیلی تاعت حالا به اونجا میرسیم ولی میخوام بگم که اون فضاهای شهری که یک کودکی تجربه میکنه و حتی جوانی تجربه میکنه در دوران خیلی اولیه زندگیش و بعداً به طور کلی اصولا فضاهای شهری مثل تئاتر مثل کتابخونه تئاتر شما خیلی صحبت کردید و تئاتر رو صحبت کردید از کتاب فکر میکنم از کتابخانه ملی هم از کتابخانه شهرداری رشت که کتابخانه خیلی بزرگی بود کتابخانه عظیم بود که اونجا بعضا آقایی چیز این رفیل اون که چون رفته اون کتابای خطی که اونجا بود چاپ کرد آقای روشن بله کتابایی که در اون کتابخانه بود روشن خطی بود مثل یوسف رامو و جرفا اون را چاپ کرد من اونجا میرفتم بعد دیدن این کتاب بود خطی به خطی بود یعنی نیدنه به بچه کمسی سالی خط نگاه میکردن و حضب میکردن که اینا رو چیزا و همین علت کسان که کتاب ها رو تصیح میکرد چاپ میکردن و خیلی عجب و داشتن خیلی باید آدم باشن که این کار میکردن ای کاش من امتیازم که باید مشروع بکردم این تجربه رابطه با چنین فضاهایی به نظر شما مؤثر تاثیر بالایی نداشت در اینکه یک فردی رو به طرف فرهنگ ببره حالا نه شما چون ما الان عکسش رو هم شاهد هستیم که خود شما وقتی از تهران صحبت میکنید یه مقدار به این اشاره میکنید به یک دفعه وقتی فضاهایی که فضاهای فرهنگی و میتونه جذاب باشه وقتی از بین میره در حقیقت فرهنگ به نوعی از بین میره و زمینه بالقوه به وجود اومدن یک آدم فرهنگی از بین میره درست در رشت و از جنفا و پهلوی من یه مدت چند سال دوست دارم چند سال اینجا آشنایی که خیلی من کمک کرد از خود ارمنی ها بود اونها من به خونه هاشون دعوت میکردن آشنایی با اون جماعت و گفتگو با اونو و خانواده جنگلی در خودم هشت میدوکیچه خان و اسفان خان جنگلی و بچه هاش این محیط آزاد که از همهش نیشون صحبت کرد خیلی راحت از زن و مرد و برن از یرفا من کم کم خو داد به این اندیشه آزاد در حمید اینا دیده من مندگار شد به نظر میرسی که باسم به نظر میرسی که روابطی که شما ازش صحبت میکنین روابط یه مقدار دموکراتیک و یه مقدار زیادی آزادی در روابط بین زن و مرد بعدا این روی
ذهنیت شما خیلی تاثیر عمیقی میذاره. احترامی که نسبت به زنان قائلین و این توی در تهران بالکل عوض شد. در اونجا این تاثیر گذاشته بود روش و در اثرش هنوز باقیه. یعنی آشنایی با زن و احترام گذاشتن به او و صحبت کردن با او بدون هیچ نظری اثرش در من تکفیر بدانه، این مفهوم اون فرهنگ. این هنوز در تهران وقتی اومدین شکل نگرفتیم؟ هنوز نه، در فرنگستون فهمیدم که چی گذاشته بر من. در تهران که اومدیم، یعنی پدرم خوش منتقل کرد به خاطر که فکر می‌کرد من دانشگاه باید برم که نشود. بالکل محیط بسو عرض کنم که اخمو ترشوی وحشتناک باشه بودش را من که تمام شب وقتی گریه هم میگرفت چرا از اونجا مانیم اینجا و حتی پنا میکردم از پدر و مادر رو نخیدن چرا تحجب میکردم از یک شهر زنده و شادمانه و آزاد برای ما اومدیم به یک شهر تنگ و تاریک و پر از تعصب و مثلا فکر خونه ای که پدرم خرید ما برای اونجا رفتیم در چیز در سنگرچ نزدیک اون پارکه که اون پارک بود. خب من از رشت که جای بسیار باسطوهای بلوخونه خوبی داشتیم از کنم بچه ها میاد میرفتن تو منتقل شدیم به جای تنگ و تاریخ و اخمون و پر از آدم هایی که بسیار بد بودن باید ها. این دقیقا انقدر تأثیر بدی کرد که در چهار سالی که من تهران موندم رفتم دارالعلوم من اکراه داشتم مرخونه بیشتر از دبیرستان بودم بیرون در دارالعلوم بودم بیرون اوکه میرفتن خودم بحثت از بیرون بودم بسته میرفتم توی خیابونا قدم بیستم توی فلانا ساعت مثلا هشت و اینا میادم خونه که می‌بسن دیدن پدر مادر که من اینقدر بد باشم خبیر او به خاطر اینکه از اون خونه و از اون عبوسیت اونا بدم می‌آمد با اون از کنم که حال خوشی که در رشت داشتم در بچگی خونه تون قاعدتاً باید اون وضعیت رشت رو بازتولید میکرد این نکرد نه خیلی نکرد چرا؟ چون مادرم پدرم غافل می‌کنم از مثلا بیشتر گرفتار کارا بود بیشتر گرفتار خودش نفوند که اصلا توجهی که این بچه چرا مغمومه، چرا بیمار شده، چرا اینقدر امروز بگم من در اون چهار سال تهران کلی بیماری روانی گرفتم بیماری روانی به خاطر اینکه اوضاع احوال ناجور بود مثلا بیماری که اون قب آده من شد و بعدها در فرنگستون هایی که اینا حرف مفته این بود که مسلول شدن چی شده؟ مسلول مسلول کتابی در اومد ببینید چه کنم تا مسلول نشمم اون کتاب رو خریدم و خوندم و پدر ما رو کش کرد اون که با اون مردی که هنو گردم با اون شد این چیه تو دمونی خونه اون متوجه نمون که من از شدت ناراحتی تو اون خونه و تو محیط بود که این حالت من دست داد وقتی میگید شما بیماری روانی منظورتون بیشتر نوروز ها هستش یعنی اختلالات کوچیک روانی خوب. که بیشتر هم شکل اوبسسیونل یا وسواس داشت یکی از مسائلی که مثلا نوروز گرم دچار دکتر شدم مادرم خیاطی میکرد خیاطی بسیار خوبی بود تا وقتی که دور میشد از اون بساط خیاطی من پاوچین آسینی رفتم اونجا تمام لباس هایی که این بدبخت تازه خریده بود یا خریده بودن مشتری رو توالت و مادر من تو سرش میزد که این کی این کاری کرد آخه این لباس مردم رو این پارچه که رو زنگ میبودن چه خریده یک نوع انتقام جویی از این که شما چه یاوردین بعد اینا رو در فرنگستون رو میبینم کشی بلا سر اون آوردم سر آوردم چرا؟ برای که از محیط شاد و آزاد رشت با اون دوستانی که من داشتم ارمنی ها و اهم از مرد و زن بودیم تهران در جای تنگ و خطو اصلا بسته که تنها کسانی که میشادیم با شدن باشون همسایه بوده اون همسایه ها رو میپسندیم؟ چقدر من؟ میپسندیم مجبور بودیم؟ آشنا بودیم آشنا بودیم
اون رفاقت هایی که اونجا داشتم هنوز در مونده، اون دوستان که درش بودم هنوز کجا هستن، ولی هنوز چه هنوزه مثل های پرشرا که تا این برکان بود مثل کامکار بدرس برای گیران بود. این دوستانی که اکتر هم هست برزی وقتا های اکتر رو شونشون بودم میبین این آشنایی با اونا و رفت آمد آزاد با اونا و گفتگوی آزاد با اونا اینقدر طبیعی بود که هم از دختر و پسر بیشتر عملی بودند بچه ها باید خواهران یا اکبر، یوسف اکبر پسر اکبر بزرگ اینقدر این محیط شاد و باز و خوب بود که اومده بود تهرون در اون دوچار افسردگی شد، افسردگی من انجام شد علت افسردگی من میتونه بره فضاها بیشتر افسردتون کرد یا آدم ها یا هر دو؟ هر دو فضا که بالکل اون زیبایی شهر رشتو و قلبی رو تهرون نداشت، اونم در کجا؟ در سنگلج. اون فرهنگی بودن هم نداشت؟ فرهنگی نداشت. این نکته رو پدر رو نیدم. نه ببخشید، اون آدم هم همینطور آدم هم. آدم هم یعنی آدم های بسته بودن، آدم های متأثر بودن. بهتری دوستان هم کسانی بودن که در خود داروخونه مثلا ما نمیشناختیم، اونم بسیار کم. رابطه های بسیار محدود. این که شما رو به خونه تون ببرن و شما پذیرایی بکنن چیزی که بسیار عادی بود در رشت و در قلبی در تیار اصلا نبود. بنابراین من در خسرو رفتم بیمار شدم و کسی که نیفم این رو حقم داشت پدرم بود هی به خوش میگفت که چی شده جالب اینه یعنی یادم قادم شو بگم در نزدیکی خونه ما در سنگرش دکتری بوده خسرو خوابر پدرم خسرو خوابری که پدر همین آقایی که دفعه انگیزونه یه روی مرد بلی اومده خودم و گفتم بهش اون مرد فهمید که من در چاری هم پزشک عمومی بود؟ پزشک عمومی بود پدر همین آقای خسرو اون فهمید که من اون را از چه قدره به من کالسیوم سامادوز داد دوکه باب بود گرونم بود ما پول جمع کردیم و خریدیم و اون گفت من به خور درست میشه قرص از درب سازیده بود شکلات بود شکلات بود این خریدیم اون خونه قایم شهر دیم توی چیز مادرم پیدا کرد اون بسته رو پیدا کرد چرا رفتیم اون رو توی دو ساز من بود چون بود چیه من چیز رو پدرم که اومد خونه بهش گفت آقا ماجرای شبچونی سادگی یه شکلات معمولی که در فرنگ سود ما که بیدونید مثلا دوستی و پاشید و اینا در خونه ما خریدن کتفوس همزور شد من خریده بودم برای که رفتم به تبگی نمیستم اونو بگم که رفتم خلی همین آقایی که پدر نقاز که در قضی من شیست چرا چیز عجیبی بود؟ برای که تعجب میکردم من فرنگی بود؟ چه من نگفتم اولا تو قایمش کردم خب چرا میکردم؟ چرا من اینا رو پتان میکنم از اون؟ و چی شده؟ من که دوستان بگم که واقعا دوچاری بیادن روی چون نمیدن اینجا رو بنابراین من همطور موندم اون رو با خودم نگه داشتم تا وقت که رفتم بیستی که به آز و بهش زیدم آن بلکه اولین کاری که دارم دمیم اولین کاری که من وزیر کفتر اونجا رفت عمل کردم آزوی تایید و اکرام آزاد پرسیده رفت اونجا توی فرنگ توی فرنگ سو توی ایران که بودین در همون سال ها یه جا فضاهایی هم به حال در تهران بود که میتونستین بیشتر باش ارتباط برقرار کنید از لاله‌زار صحبت کرد نداشته من تنها جایی که میشناختم لاله‌زار بود خیلی نمیتونستین ارتباط ایجاد کنید هم بسته بودن برای گرفتن ارتباط هم دوستایی نداشتم مثل رشو بله که به صورت قاری باشن و دوستان ما باشن آدمان خودن خوب بودن شاید ولی در بند این که واقعا مثلا بنده بود جایی بارند و اینا نبود بنابراین به من سخت میگذشت بود اگه تا وقت که موفق شدم که بخوام برم ایچ که بیش روی من باز شد بخوام بخوام خراش شد مثل دید بحشان داری بسته و خوب رفتیم اونجا اولی بگردیم ولی پیش هبیری یادم میاد خودتون متوجه بودن که یک مشکلی دارید که باید نه بینوز به شک بله متوجه بودن مشکل روانیه مشکل من میشتم که روانیه به همین دلیل که پدر و مادر متوجه نبودن که بچه شون در چه وضعیه و
در این خونه در این محیط و در این شهر برای اون چی میگذارن واجه این نقطه نبودن بنابراین باید که اونجا اون طبیب فهمید من چمه از اون دوار سوار از اون مزیگه تون شد اون مازیگه هم برکل از این رفت رو پنشان بگرانی منظور اینه که در این دو شهر خصوصا در بند پلوی کسانی که به کمک هم آمدن دوستان ارمنی بودن مسلمان کم دوست داشتن من داشتم و ایده کمی داشتم بیشتر ارامنه بودن در رشت و پلوی که آقای مانگوشون آزاده رو داده مانگوشون مثلا بنده رو خیلی راحت در خونه پتی بودن در این قرآن سر میز چونه ها و این در مورد مسلمان ها چیزی برای من بیشتر من یا من نمیشون من مثلا من یادم میاد که در خود همون شهر در خیابون اصلیش که خیابون اصلیش یک مردی بود که اسباب فروش اسباب بازی کودک ها میفرد خیلی مغازی بازی بود این معنی فرانسی بود اینا جراحیانس یه آقای جراحیانس که معلم فرانسی ما بود برای ما در خود کلاس از فرانسه